سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. از اونجا که یک بی خدا به حساب و کتاب قیامت اعتقاد نداره، حرام و حلال نمیدونه و عمر خودش رو محدود به این دنیای فانی میدونه، بنابراین یک مسلمون گمان میکنه که یک بی خدا در بهره‌مندی از لذات دنیوی کوتاهی نخواهد کرد و تا میتونه در این لذت ها خودش رو خفه میکنه. یک مسلمان فکر میکنه که اگه یک بی خدا میتونه با پرداخت 1000 تومن پول جان یک انسان رو نجات بده، پیش خودش میگه چرا 1000 تومن ضرر مادی کنم؟ حالا اون انسان زنده باشه یا نه، چه سود مادی به من میرسه؟ پس یه مسلمان فکر میکنه که یک بی خدا یا عاقل هرگز برای نجات جان یک نفر 1000 تومن هم خرج نمی کنه و اجازه میده که انسان دیگه بمیره. خوب، واقعیت اینه که همه به دنبال کسب لذت هستند. علت اون هم خودخواهی انسانه و البته ایرادی هم نداره. یعنی حتی مسلمونی که در ماه رمضان از لذت خوردن غذا صرف نظر میکنه، برای اینه که اون دنیا لذت 1000 برابر رو مال خودش کنه. اینم از خودخواهی دیگه. اما لذت های دنیا محدود به خوردن و خوابیدن و شهوت نیستند. دو تا لذت دیگه هم میتونیم نام ببریم: لذت شادمانی و لذت رضایت از خود، که علت این دو هم باز خودخواهی است. اون چه که موجب حس شادمانی میشه تقریبا در جوامع مختلف یکسان هست، ولی اون چه که موجب حس رضایت از خود میشه بسته به فرهنگ و ارزش‌های فردی و اجتماعی در جوامع مختلف متفاوته. برآورده شدن خواسته ها و تأمین نیازهای انسان موجب احساس شادمانی هست. از جمله در خوردن و خوابیدن و شهوت لذت شادمانی رو هم انسان احساس میکنه. خبر قبولی در امتحان، پیدا کردن انگشتر گم شده، برنده شدن در قرعه کشی و یا مسابقات ورزشی و علمی، به دست آوردن پول، شنیدن موسیقی و مسائل خوشایند دیگه همه موجب ایجاد حس شادمانی در انسان میشه. محققین از تغییرات هورمونی مغز پی بردند که حتی خرید کردن هم باعث شادمانی میشه. احساس سلامتی، خنده، تفریح، مسافرت همه موجب شادمانی هستند. و در مقابل مثلا تنهایی برای انسان ضد شادمانی است. اگرچه برخی آدم ها هستند که در تنهایی با خودشون عشق می کنند، اصلا وقتی با خودشون خلوت می کنند همچین حظ می کنند و لذت دنیا رو احساس می کنند. ولی با این وجود به طور کلی تنهایی باعث افسردگی میشه و ضد شادمانی هست. افسردگی، استرس، استراب، دلهوره، نگرانی، اینها ضد شادمانی هستند. او لذت شادمانی کوتاه مدت هست. مثلا اگه شغل جدیدی پیدا می کنید روزهای اول شادمان هستید، ولی دیگه همیشه از اینکه شغل پیدا کردید شاد نمی مونید. یعنی براتون عادی میشه. بسیاری از کارها رو انسان برای خودش انجام میده، برای اینکه از خودش احساس رضایت داشته باشه. این کار براش لذت بخشه. او البته ممکنه شادی بخش باشه و یا شادی بخش نباشه. کارهایی که انسان فکر میکنه به وسیله اونها زندگیش برنامه و هدف داره موجب حس رضایت میشه. اعمالی که به زندگی معنا میده، رنگ میده، حتی اگه با مشقت و سختی همراه باشه، باز میتونه موجب لذت رضایت از خود باشه. تحصیل علم، کسب مهارت و حرفه، برنامه ریزی، تعهد به انجام کار، نظم و انضباط، پیگیری وظایف زندگی، داشتن شغل، داشتن دین، ازدواج کردن، داشتن فرزند، نگهداری از حیوانات خونگی، پسنداز مالی، انجام کارهای هنری و همه مشغولیت‌های زندگی به زندگی انسان معنا میده و موجب لذت حس رضایت از خود میشه.
و برعکس، آدم بیکار، علاف، بیخاصیت، بیبرنامه، دچار افسردگی و بیماری های روانی میشه. انسان به لذت حس رضایت از خود نیاز داره. این حس به انسان اعتماد به نفس میده. داشتن مسئولیت استرس و نگرانی و استراب داره و این حاضر شادمانی هستند. لذت شادمانی رو کم می کنند. اما از طرف دیگه لذت رضایت از خود رو برای انسان به همراه میاره. حالا یه انسان کدومش رو انتخاب می کنه؟ خب تصمیم آدم ها فرق می کنه. یکی ترجیح میده بیشتر مسئولیت پذیر باشه و دیگری کمتر. همین الان شما تصمیم گرفتید که این حرفای منو گوش بدید به جای این که برید مثلا موزیک گوش بدید، درسته؟ او فراموش کردم بگم که بحث‌های مذهبی و علمی موجب احساس رضایت از خود میشه و اصلا شادمانی نمیاره. شما چه با باور خدا و چه بدون باور خدا تصمیم گرفتید که نسبت به بحث‌های مذهبی بی‌تفاوت نباشید و این احساس مسئولیت شما رو نشون میده و در شما باعث حس رضایت از خود میشه، وگرنه در اینجا جمیله که براتون نمی‌رقصه. وقتی موسیقی گوش میدید و رقص نگاه میکنید لذت شادمانی رو احساس می کنید و وقتی نواختن موسیقی رو یاد می گیرید و یا فن رقصیدن رو می آموزید لذت رضایت از خود رو حس می کنید. وقتی دارید از دیگران کمک می گیرید حس شادمانی دارید و وقتی دارید به دیگران کمک می کنید حس رضایت از خود دارید. کارهایی مثل آرایش کردن در خانم ها در واقع لذت رضایت از خود رو برای اونها داره. حس رضایت باعث اعتماد به نفس در انسان میشه، همونطور که مردها با پوشیدن یک کت شلوار شیک اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت. با این وجود خانم ها بیشتر تمایل به لذت حس شادمانی دارند و آقایون بیشتر به لذت حس رضایت از خود تمایل دارند. برای همینه که در بحث‌های سیاسی و مذهبی بیشتر آقایون وارد میشن و خانم‌ها خیلی اهل بحث نیستند. اونها بیشتر اهل رقصن. ازدواج هم شادمانی و هم رضایت رو به همراه داره، برای همین خیلی لذت داره. اولی بچه داری و نگهداری از فرزند خیلی مشقت داره، شب نخوابی، خرج زیاد، اما در عوض برای پدر و مادر حس رضایت داره. و روانشناسان معتقدند که حتی وجود فرزند میتونه برای پدر و مادرها علاوه بر حس رضایت از خود حس شادمانی رو هم داشته باشه. در حقیقت پدر و مادر رنج نگهداری از فرزند رو به جان میخرند تا لذت رضایت از خود رو ببرند. این همون فداکاری هست. فداکاری راه رسیدن به لذت رضایت از خود هست. او فکر میکنم حالا معلوم شده که چرا بی خدایان به دیگران کمک میکنند، فداکاری میکنند، اخلاق رو رعایت میکنند، مسئولیت پذیر هستند با وجود اینکه هیچ چشم داشتی از آسمان ندارند. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.